به اولین پادکست زخم کاری خوش اومدید. تو این برنامه یه تعداد سوال داریم که من بر اساس منطق خودم سعی میکنم به این سوالها جواب بدم. اولین سوالی که مطرح میشه اینی که چرا طلوعی انقدر اوور اکت داره؟ مشکلی که با اوور اکت طلوعی وجود داره اینه که ما با شخصی طرفیم که مهدویان به ما گفته این یک موجود چند وجهیه. یعنی وقتی که با سمیرا داره ارتباط برقرار میکنه باید نقش یک عاشق رو بازی کنه. وقتی که جلوی مالکه باید نقش یه آدم رو بازی کنه که به مالک نیاز داره و قراره با هم همکاری کنن. وقتی که پیش دکتره باید نقش یه چاکر رو بازی کنه. ولی در این حال کثیف‌ترین نقشاشو مطمئنن با دکتر انجام میده. از یه طرف دیگه طلوعی یه دوستی به اسم شفاعت داشته که رازاشو به اون میگفته. بعد با میسم یه رفتار دیگه داشته، با دخترش یه جور دیگه برخورد میکرده. پس این آدم باید یه آدمی باشه که احساساتش توی صورتش مشخص نباشه. چون اون وقت نه تنها من مخاطب، بلکه اون کسی که داره باشم حرف میزنه متوجه میشه. یعنی وقتی که داره با مالک حرف میزنه، اینقدر نباید خودشو کلافه نشون بده. چون اصلا خیلی این عجیب غریبه. چون طلوعی کاملا میدونه که مالک داره باش بازی میکنه و نباید نقطه ضعف نشون بده. وقتی تو صورتتو اینقدر کج و کوله نشون میدی و انگار که تحت فشاری و داری اذیت میشی، یعنی داری به طرف مقابلت که مالکه این فرصتو میدی که با تو بازی کنه. و کدوم آدم عاقلی همچین کاری میکنه؟ ببین، کسی که اومده به عنوان یکی از افراد بالا رتبه یه هولدینگ معرفی شده، نه تنها آیکیوی بالایی باید داشته باشه، ایکیوی این آدم هم باید بالا باشه. یعنی باید بتونه احساساتشو منیج بکنه. ولی طلوعی اصلا اینجوری نیست. من فکر میکنم مشکل اصلی در مورد طلوعی اینه که چون طلوعی نقشه یه درست حسابی توی ذهنش نداره، انگار علابختکی داره میره جلو. یعنی بیشتر به نظر میاد که به جای که نقشه بکشه منتظر این مونده که طرف مقابلش یه کاری انجام بده که بعد این در عکس العملش یه کاری بتونه انجام بده. آدمی به نظر نمیاد که مثلا بتونه برای یک ماه بعدش نقشه بکشه. یه همچین شخصی معرفی نشده. برای همینه که اینجوری داره برخورد میکنه، من فکر میکنم. دومی سوالی که مطرح میشه اینه که آیا نقشه مالک عاقلانه است؟ ببینید، فصل دوم اتفاقی که افتاد اینه که شخصی به اسم طلوعی وارد داستان شد که دنبال رمز ولت بود. این آدم میدونست که اگر رمز ولتو میخواد باید میسم رو زنده نگه داره. سعی کرد از طریق سمیرا این رمز رو به دست بیاره که متاسفانه نتونست. بنابراین ما در پایان فصل دوم شاهد این مسئله بودیم که میسم کشته شد. بنابراین کسی که رمز ولت رو داشت، تنها کسی که رمز ولت رو داشت توسط طلوعی کشته شد. پس رمز ولت عاملی برای اون شخص نیست که زنده بماند. طلوعی که اطلاع نداشت که مالک زنده است. بنابراین الان مالک وقتی داره از خونه طلوعی تو قسمت اول بعد مهمونی میاد بیرون، نمیتونه بگه که برا من دعا کنید که من زنده بمونم. چرا؟ به خاطر اینکه رمز ولد دست منه. یه همچین چیزی قابل قبول نیست آقای مالک. شما میدونستی که رمز ولت دست میسمه و اینا پسرت رو کشتن. پس رمز ولت نمیتونه تو رو زنده نگه داره توی این بازی. اگر میخوای توی این بازی زنده بمونی، باید به من یه موتیو دیگه بدی که به من ثابت کنه آقای مالک میتونه زنده بمونه توی این رقابتی که بین مالک و طلوعی وجود داره. سوال سومی که مطرح میشه در مورد مکالمات بین دستمالچی و مالکه. دستمالچی میاد میگه که اگر طلوعی بفهمه که موی دماغش شدی، اون وقت ما چی کار کنیم؟ این موضوع رو توی خونه مطرح میکنه موقعی که ماجرای مدارک پیش میاد. مشکلی که من با این موضوع دارم این که چطور طلوعی تا الان متوجه نشده که مالک موی دماغه. چرا این حرفو میزنم؟ مالک اومده خونه چه کسی داره زندگی میکنه؟ مالک اومده توی دفتر کار کیمیا داره زندگی میکنه. کیمیا کیه؟ کیمیا فصل اول با مالک در ارتباط بود.
بعد به مالک خیانت کرد. فصل دوم اونقدر ترسو بود که رفت زمینا رو به اسم طلوعی کرد. خب آخرش چیکار کرد؟ آخرش اومد با میثم هم پیمان شد، به طوری که رفت جلوی در ویلای طلوعی و میثم رو نجات داد. چه ویلایی؟ ویلایی که داخلش دوربین بود. پس طلوعی کاملا خبر داشت از کاری که کیمیا داره انجام میده. حالا ما اینجا چی داریم؟ حالا ما اینجا مالک رو داریم که اومده داخل خونه کسی زندگی میکنه که داره ضد طلوعی کار انجام میده. خب پس مالک عملا داره خیلی تو روز روشن داره به طلوعی میگه من با کسی دارم زندگی میکنم، من خونه کسی دارم زندگی میکنم که تو باش مشکل داری. بنابراین این یه دلیل. دلیل دوم اینه که مالک متوجه میشه تو قسمت اولیه که داره دنبالش میکنه یه موتوری، یه کاری میکنه که با هم تصادف میکنن و میاد بیرون و از راننده فیلم میگیره. این راننده ها رو کی فرستاده بوده؟ مالک میگه طلوعی فرستاده. این راننده که الان این اتفاق براش افتاده، یعنی به نظر شما نمیره زنگ بزنه به صاحبکارش بگه من لو رفتم؟ حتما این کارو میکنه، میره به طلوعی خبر میده. پس بنابر این طلوعی متوجه میشه که مالک داره یه عکس العملای نشون میده. و مسئله سوم، مالک رفته داخل مهمونی جلو همه گفته من رمز وله تو بهتون نمیدم تا وقتی که وضعیت وراس روشن بشه. خب این یعنی موی دماغ شدن دیگه. دیگه موی دماغ بیشتر از این که نباید باشه. یعنی دیگه کاملا مشخص اگه طلوعی بخواد خودشو به احمق بودن بزنه و بگه که نه خبری نیست بین من و مالک، دیگه واقعا خیلی مسخره است. و دلیل چهارمی که میخوام بیارم دیگه واقعا خیلی واضحه. شخصی از دبی بلند میشه میاد با خودش یه مدارک میاره که میفته دست سمیرا و سمیرا میره خبر میده به طلوعی. پس دیگه 100% الان باید طلوعی خبر داشته باشه که مالک یکی اجیر کرده که ضد طلوعی براش مدرک بیاره دیگه. یعنی اگه الان طلوعی بخواد خودشو به احمقی بزنه که مالک یه آدمیه که وای نه دست و پاشو دیگه از گناه و از خون و اینا شسته و دیگه آدم خوبی شده فلان اینا، من نمیتونم این داستان رو اصلا قبول کنم. یعنی طلوعی های خودشو به احمقی بزنه دیگه واقعا کاراکترش به سنقطه عظما رفته. سال بعدی در مورد نقشه سمیراست. من واقعا با سمیرا خیلی مشکل دارم، یعنی موتیوش دستم نمیاد، نمیفهمم این آدم چی میخواد. ببین آخرین قسمت فصل دوم به ما نشون داد که سمیرا دنبال انتقامه، یعنی میخواد طلوعی رو بکشه. پس این آدم باید قاعدتا این کارو میکرد. حالا فصل سوم یه چیزی جلوی سمیرا رو گرفته که این کارو نکنه. تنها چیزی که فرق کرده یکی برگشت مالک بوده و دوم اینه که زمینا به اسمش شده، یعنی مالک اومده قاعدتا احتمالاً ارثی که از میثم میرسیده به مالک، مالک بخشیدتش به سمیرا. این دوتا تغییر اتفاق افتاده. اگه بگیم که سمیرا میخواد انتقام بگیره با مالک کمک بکنه، اوکی این حله. ولی این که وقتی تو روز بارونی با طلوعی دعوا میکنه و جریان طلوعی در مورد مال و انوار حرف میزنه و گوشای سمیرا تیز میشه، اینجاست که مخاطب دوچار مشکل میشه. یعنی تو بالاخره معیارت چی بوده؟ تو پول میخوای یا بچه هات برات مهمترن؟ اصلا کی تو این داستان برای تو مهمه؟ اینو برای ما تعیین تکلیف کن. تو فصل اول آخرش افتاده بوده به جون مالک. من نمیتونم از تو قبول کنم که تو اولویتت مالک بوده. من میتونم قبول کنم که تو مالک رو تحمل کنی به خاطر انتقام، ولی مالک رو به خاطر مالک من نمیتونم قبول کنم از تو. من اینجا خیلی دوست دارم که سمیرا رو با سرسی گیم آف ترونز مقایسه کنم. دلیلم هم چیه؟ جفت این زنا دنبال قدرت بودن و به خاطر مردایی که داخل زندگیشون بود انگار نمیتونستن به اون سر قدرت برسن. منتها توی بازی تاج و تخت اتفاقی که افتاد برای ما زمینه چینی شد. یعنی سرسی هی یکی یکی بچه هاشو از دست داد، ولی ما میدونستیم که سرسی آدم خودشیفته‌ایه.
سرسی اگر جیمی رو دوست داره به خاطر اینکه جیمی شبیه اونه. سرسی اگه بچه‌هاشو دوست داره به خاطر اینکه مال اونن، نه به خاطر خود بچه‌هاش. یعنی ماهیت بچه‌هاش اینجا اصلا مهم نیست، قدرت و خودش مهمه. برای همینه که سرسی وقتی بچه‌هاش رو از دست میده با وجود عزاداری، من ازش قبول میکنم که میره تاج و ورم میداره میذاره رو سر خودش. ولی در مورد سمیرا این اتفاق نمیفته. سمیرا توی سیزن 2 تو زخم کاری خودش رو جرواجر که واسه میسم، یعنی اون صحنه آخری که قسمت آخر بود وقتی رفت با صحنه خونین پسرش مواجه شد و کنارش خوابید، واقعا صحنه عجیب غریبی بود. یعنی تو وقتی یه همچین صحنه ای رو ایجاد میکنی، من نمیتونم بپذیرم که الان سمیرا خودش رو با آب و آتیش نزنه واسه اینکه جرواجر کنه طلوعی رو. یعنی من فقط توقع دارم یه بمب به خودش ببنده بره اون هولدینگ رو سر طولوی خراب کنه، فقط اینجوری فکر میکنم. سوال آخرمون در مورد مشخص نبودن ابعاد دعواست. داخل فصل 1 موقعی که اون جلسه ایجاد شد بعد از اینکه خانمو مرده بود، مالک اومد گفت شما باید انحصار وراثت کنید. اونجا دقیقا ابعاد این جریان مشخص بود. یعنی ما میدونستیم یه هولدینگی وجود داره و یه پولی که مربوط به نروژی هست، پولی که الان میدونیم دست مالکه. ما یه هولدینگی داریم که تو فصل دوم به نظر نمیومد کار خاصی داره انجام میده. تو فصل سوم هم ظاهرن 8-9 ماهه که هیچ کاری انجام نمیده. و این چجور هولدینگیه که تونسته سر پا بمونه؟ این چجور هولدینگیه که خانواده هنوز پاش نشستن؟ ببین دوباره من این هولدینگ رو مقایسه میکنم با گیم آف ترونز. گیم آف ترونز وقتی شروع میشه اصلا انقدر این جریان مهمه که تیتراژ شروعش با این سرزمینی که داخلش خاندان مختلف با قدرتایی که دارن نمایش داده میشه و ما دقیقا میفهمیم که چه خبره تو این سرزمین. توی سیزن 1 زخم کاری، کاری که مهدویان کرد تو اون جلسه، ما افرادی که هر کدومشون بالاخره یه بازی داشتن، یه سهمی داشتن، میشه به صورت میشه اسم اینا رو خاندان در نظر گرفت دیگه، داخل قسمت‌های اولیه برام مشخص شد. یعنی اون لحظه که نشسته بودن و خانمو اومد گفت من سهممو میبخشم به مالک، کاملا مشخص بود که ما چه افرادی داریم و مشخص بود که یک مالی این وسطه و این افراد به خاطر اون پول الان اینا کنار همن. الان بعد از این همه سال که هیچ کاری صورت نگرفته و این شرکت الان به نظر میاد که هیچ بیزینس خاصی هم انجام نمیده، اصلا چجوری سر پا مونده؟ چه کسانی سهام دارشن؟ روی چی داره میچرخه؟ دعوا سر چیه؟ وقتی مالک میاد قسمت آخر سیزن 3 میاد میگه انحصار وراثت کنید، در مورد چه چیزی انحصار وراثت کنیم؟ اصلا این خانواده اگر چیزی وجود داره چرا تا الان سرش دعوا نشده؟ چه چیزی نگهش داشته؟ ببین داخل بازی تاج و تخت، این پای تخت و خانواده لنستر بودن که نگه داشته بودن این سرزمین رو. قبلش هم تارگریان ها بودن که تارگریان ها تونسته بودن، یعنی قبلش منظورم قبل از رابرت بود، با اژدها تونسته بودن این سرزمین رو نگه دارن. خب در مورد هاجمون، هاجمون قدرتش و پولی که داشت تو این هولدینگ میچرخید نگه داشته بود این جریان رو. ولی الان خانمو که مرده، این هولدینگ مطمئنن قرض بالا آورده طبق حرفی که طلوعی داره میزنه. بنابراین چیزی وجود نداره که اینا بخوان انحصار وراثتش کنه. اصلا پای چی وایستادن؟ سر چی دارن دعوا میکنن؟ این چیزا اصلا مشخص نیست. چرا اصلا مثلا دولت اگه براش مهمه که یه قراردادی نوشته شده با یه کشور خارجی، چرا اصلا نمیاد پلمپ کنه هولدینگ اگر قرض آوردن؟ دولت وارد بشه سهامشو بخره، اصلا خودش شروع بکنه. میدونی؟ یعنی اصلا داستان مشخص نیست، معلوم نیست سر چی دارن دعوا میکنن. یعنی انگار 3 سیزنه که ما گیر کردیم سر این انحصار وراثت، انحصار وراثت کسایی که
اصلا هیچ نقشی انگار ندارن. اکاش حداقل مثل خاندان بازی تاج و تخت که نقشی داشتن، یه قیافه‌ای داشتن، یه آدم مشخصی بودن. مثلا ما میگفتیم ایکس و ایگرگ و ای و بی و سی هن. اینا الان ارث دارن تو اینجا. بعد اصلا یه شخص کاملا خارجی به اسم طلوعی بلند شده اومده که اصلا این قدرت رو هم داره که 2% از سهام رو، فکر میکنم تو قسمت یک گفت 2%، مطمئن نیستم حالا، 2% از سهام رو بزنه به اسم شفاعت. مگه این هولدینگ اصلا چجوری همچین اتفاقی افتاد؟ این هولدینگ مگه ما خانوادگی نبوده؟ شفاعت که پسر عموی اینا که نبوده؟ بعد اصلا طلوعی خودش هیچ بیزینسی نداره؟ این آدم یعنی حداقل باید 2-3 سال گذشته باشه، تو بگو مینیمم 2 سال، 2 سال زندگی شد. چون جالبش اینه که فصل اول 8 ماه، ببخشید فصل دوم 8 ماه گفت، فصل سومم الان 8 ماه. من نمیدونم چرا مهدویان کلن روی 8 ماه گیره، این علت عدد 8 رو من متوجه نمیشم. 2 تا بازه 8 ماهه اومده اعلام کرده، یعنی تو 1.5 سال 2 سال جریان طول کشیده. اوکی، تو این 2 سال تو هیچ کاری نداشتی؟ تو بیزینست اصلا چجوری میگذره؟ مگه میشه شخصی پولدار باشه، قدرتمند باشه، بعد اون وقت همه زندگیش روی بیزینس یه آدم دیگه ای باشه؟ یعنی دکتر لنگ پول یه کشور خارجیه؟ اصلا قابل قبول نیست این داستانه. یعنی انقدر گنگه این داستانه که ما متوجه نمیشیم این دعوا سر چیه. اگر مشخص بشه خیلی بهتره، چون تو گیم آف ترونز ما قشنگ متوجه میشدیم که اوکی دعوا سر این سرزمینه است. و اصلا گافی که خیلی ها گرفتن به بازی تاج و تخت این بود که قسمت آخر وقتی پایتخت نابود شد و اصلا هیچ خاندانی هم وجود خارجی نداشت که بگه که من اومدم دارم و سلطنت میکنم، چون تنها تارگریانی که اومد اونجا رو گرفت، دنریز، کشته شد. پس اصلا این سرزمین الان هیچ صاحبی نداره. خب قاعدتا باید میپاشید، یعنی همه باید اعلام استقلال میکردن، ولی این اتفاق نیفتاد. همشون جمع شدن خیلی خوش و خرم و اینا که آره بیایم دوباره با هم دیگه یه سرزمین رو تشکیل بدیم. چرا؟ شما هم اصلا مگه عرق ملی داشتید؟ این خیلی عجیبه. ببین اگه تاریخ رو مخصوصا این که گیم آف ترونز هم حالا توی برهه‌ای تعریف شده که اصلا اکثر سرزمین ها ترجیح میدادن جدا جدا با هم باشن. حالا خارج نشیم از بحث زخم کاری، یعنی زخم کاری هم یه همچین شکلی داره، یعنی اصلا هیچ چیزش مشخص نیست، همه چیز بر اساس یه تفکریه. و من مطمئنم که مهدویان اصلا میترسه به این داستان دست بزنه، چون انقدر این شکننده است که مهدویان میدونه اگر بخواد وارد جزئیاتش بشه یا بهش دست بزنه کل منطق 3 فصلش میریزه پایین. این بود اولین پادکست ما در مورد زخم کاری. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید. فراموش نکنید که ما یه کانال تلگرامی داریم که شما میتونین جوین بشین و در مورد ویدیوهایی که قرار ساخته بشه نظرتون رو بیان کنید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید.